اخبار و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که پناهجویان افغانستانی که با هدف فرار از سنی های طالبان راهی کشوره، کشورهای غربی شده و به این کشورها پناه آوردن در آنجا هم به گونه ای دیگر مورد آزار اذیت قرار گرفتند بر اساس این گزارش ها هزاران پناهجوی افغان که در اقامتگاه های موقت کوچه و خیابان های پایتخت و شهرهای مختلف انگلیس آواره هستند این روزها به طور فضاینده از سوی احزاب گروه های فاشیستی ضد مهاجر و راست افراطی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. علی اکبری گزارش می دهد. اول بریتانیا و برای بریتانیا دو گروه سرشناس راست افراتی هستند که در تارنمای خود اعلام کردند طی هفته های اخیر به صورت سرزده از اقامتگاه های پناهجویان افغانستانی بازدید کردند. پویش موسوم به امید نتنفر هشدار داد که اسکان پناهجویان افغانستانی در انگلیس به کانون توجه گروه های افراتی بدل و منجر به احیای حملاتی شده که پیشتر علیه مهاجران سوری صورت می گرفت. فاشیست های انگلیسی پناهجویان را تروریست هایی معرفی می کنن که در صدد فتح اروپا آمدن. آنان ادعا می کنن که نگران هزینه اسکان افغانستانی ها از جیب مالیات دهندگان انگلیسی هستند. گروه برای بریتانیا مدعی شده که پذیرش پناه جویان جدید باعث بیکاری کارگران انگلیسی خواهد شد. در همین حال، گروه سیاسی و نجات پرست موسوم به میهن پرستان تبلیغات گستره ای را به راه انداخته و مردم را دعوت کردهاند که با نمایندگان مجلس مکاتبه کرده و از آنها بخواهند که با اسکان افغانستانی ها مخالفت کنند. آنها همچنین پارچه نوشته هایی را در سطح شهر نصب کردند که روی آنها نوشته است اجازه نمی دهیم نسل ما نابود شود. اول بریتانیا که به دلیل ترویج محتواهای نجات پرستانه امکان ثبت حساب کاربری در شبکه های اجتماعی ندارد اخیرا کانال تلگرامی به راه انداخته تا فیلم هایی با محتوای زدیت با افغانستانی ها توضیح کند اعضای این گروه فاشیستی همچنین چندی پیش مقابل یکی از اقامتگاه های پناهجویان در هومه منچستر تظاهرات کرد و شعارهایی را علیه آنها سر می دادن. یکی از سخنگویان پویش امید نتنفر در این بار گفت متاسفانه قابل پیش بینی بود که گروه های راست افراطی پناهجویان افغانستانی را مورد آزار قرار دهند. بحث مهاجرت از مدتها پیش کانون توجه گروه های راست افراطی بود اما آنها از طرح اسکان پناهجویان افغانستانی برای ترویج قرائت‌های اسلام حراسانه سوء استفاده کردند. دولت انگلیس در جریان عملیات خروج از افغانستان شهروندان این کشور را که تیه 20 سال گذشته تحت عنوان مترجم و دستیار با دولت و خبرنگاران همکاری داشتند به انگلیس منتقل کرد. اما گزارش ها حاکیست که بسیاری از خانواده های افغانستانی این روزها آوارن و یا وضعیت سختی را در اقامتگاه های موقت سپری می کنند. برخی هم به شهرهای اطراف منتقل شده که به موجب آن دسترسی آنها به شبکه های حمایتی دولت دشوار شده و بلا تکلیفی طاقت فرسایی را تحمل می کنند.